بزرگترین ائتلاف جمهوری خواهان و دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا از جو بایدن خواستند که آماده استفاده از برنده ترین سلاح خودش در برابر فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه. گیتا آریان از وزارت امور خارجه آمریکا با ماست. گیتا، به نظر میرسه کنگره فشارش رو به دولت بایدن در مورد ایران داره بیشتر میکنه. دلایل احتمالی این رویکرد چی هست؟ اینکه خب همین گزارش هایی هستش که دولت بایدن داره با جمهوری اسلامی ایران مذاکره میکنه، صحبت از غنی‌سازی، صحبت از تبادل زندانی ها، آزاد کردن پول های جمهوری اسلامی، و همه اینها مایه نگرانی اعضای کنگره شده. اما قبل از اینکه این خبرها هم درز بکنه، در واقع اعضای کنگره به حرکت افتاده بودند. یک گوشه ها و زمزمه های از این گفتگوها که در آمده بود، تلاش های متعددی شده. الان این بار حالا بیش از نیمی از اعضای مجلس نمایندگان این یک نامه نوشتن، یعنی 249 نفر نامه نوشتن که 133 عضو دموکرات هستند و 116 عضو جمهوری خواه هستند. اینها خیلی خلاصه‌شو بگم، این که میگن که باید دولت بایدن خودشو آماده بکنه که در صورت لزوم اون مکانیزم ماشه رو فعال بکنه، یعنی برگردوندن تمامی تحریم‌ها، تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی فعالیت اتمیشو بیشتر بکنه، یعنی به سمت تولید اورانیوم 90 درصدی به اون سمت بره. اینا اشاره کردن که خب الان پیدا شده که 84 درصد رو تولید کردن، حالا میخواسته عمد باشه میخواسته نباشه، ولی به هر حال این نشون میده که اون تواناییشو دارن و این خواستشون هست از جو بایدن. این نامه این بار به سرکردگی چیز هست، این ابیگیل سپنبرگر دموکرات از ویرجینیا و دن کرنشای جمهوری خواه از ایالت تگزاس هستش، و اینا میگن که تو نامشون اگر جمهوری اسلامی به این هشدارتون گوش نکرد، اون وقت کنگره آماده است که هر کاری رو که لازمه انجام بشه تا اینکه جمهوری اسلامی نتونه بمب اتم تولید بکنه انجام بده. و ضمناً تاکیدم گذاشتن روی اینکه در واقع آمریکا باید با متحدان خودش در این زمینه هماهنگی داشته باشه. حالا اینکه این فشارها بخواد تا چه حد تأثیر بگذاره روی دولت بایدن خیلی بعید میرسه. قبلا یه نامه ای هم سناتورها داده بودن، یه تحریر رو دوباره ارائه کردن به سنا که اگر دولت بایدن بخواد هر نوع توافقی، میخواد شفاهی هم حتی باشه، به زیر اسم تفاهم هم باشه، باید کنگره به اون رأی بده. بنابراین الان به هر حال دولت بایدن به نظر میرسه که روی همین مسیری که افتاده و دائم هم که میگه ما معتقد به دیپلماسی هستیم داره پیش میره. صحبت ها زیاد شده بین دو طرف ظاهرن، اما به نظر نمیرسه هنوز خیلی نزدیک شده باشن به اینکه بخواد یک چیزی رو اعلام بکنن. اما به هر حال امروز هم باز در تهران ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ازش راجع به دیدار علی باقری که سوال شده بود با انریکه مورا و نماینده های سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه، گفته بود که صحبت ها جدی و صریح بودن. و خب میدونیم جمهوری اسلامی نیاز داره که تحریم ها برداشته بشه تا اینکه بتونه وضعیت اقتصادیش بهتر بشه. کوروش. مرسی گیتا. گیتا آریان از وزارت امور خارجه.